قضاوت صحیح همان است که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام قضاوت. در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، مردم یمن که در آن زمان تحت سلطنت شاهان ساسانی بودند، با معجزه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وقتی که خبر مرگ خسرو پرویز را به مرزبان یمن داد و حقیقت آن خبر برای همه آشکار شد، همگی مسلمان شدند و از پیامبر خواستند تا شخصی را برای اداره یمن و آموزش اسلام به مردم یمن برای آنها ارسال کنند. رسول خدا صلی الله علیه و آله امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام را برای ارشاد مردم یمن و قضاوت و حکومت بین آنها به آنجا فرستاد. در آن ایام حادثه عجیبی در یمن رخ داده بود و آن حادثه این بود که گروهی برای شکار شیری گودال عمیقی را کنده بودند و شیر را در میان آن انداخته و محاصره کرده بودند، ولی در حالی که بالای گودال ایستاده بودند، ناگهان پای یکی از آنها لغزیده بود و او برای حفظ جان خود دست دیگری را گرفته و او نیز دست سومی را و سومی دست چهارمی و سرانجام همه آن چهار نفر به داخل گودال افتاده بودند و بر اثر حمله شیر به آنها هر چهار نفر مرده بودند. در مورد دیه و خونبهای آنها بین بستگانشان اختلاف و نزاع ایجاد شده بود تا حدی که ماجرا به جنگیدن رسیده بود. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام وقتی از ماجرا مطلع شد، نزد آنها رفت و فرمود: من در میان شما داوری می کنم و اگر به داوری من رضایت ندادید، به حضور پیامبر صلی الله علیه و آله بروید تا در میان شما قضاوت کند. آنگاه فرمود: فرد اولی که طعمه شیر شده بود دیه ای ندارد، چون پای خودش لغزید، ولی باید بستگان او یک سوم دیه یک انسان را که از 100 شتر 33 شتر می شود به اولیاء دومی مقتول بپردازند. اما بستگان دومی دو سوم دیه، یعنی 66 شتر از 100 شتر دیه را به اولیا سومی مقتول بپردازند و بستگان سومی دیه کامل یعنی 100 شتر را به اولیای مقتول چهارم باید بپردازند. آنان قضاوت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام قبول نکردند، لذا نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه رفتند و جریان را برای حضرتش نقل کردند. پیامبر صلی الله علیه و آله به آنها فرمودند: القضا کما قضا علی، قضاوت صحیح همان است که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام قضاوت کرد. باید توجه کرد که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام خونبهای مقتول چهارم را میان اولیاء سه نفر مقتول قبلی به طور مساوی تقسیم کرد، زیرا بستگان اولی یک سوم دیه را به اولیاء دومی دادند و بستگان دومی دو سوم دیه را که یک سوم آن از خودشان بود و یک سوم دیگر از آن اولیای اولی بود را به اولیای سومی دادند و بستگان سومی همه دیه را که دو سوم آن را از اولیای اولی و دومی بود به چهارمی بردند.